برنساد و کنان دولو به طور مخفیانه از هم جدا شدند. جالبه بدونید که بازیگر محبوب سریال افسانه‌ای عشق ممنوع یعنی برنساد قبل از ازدواجش با کنان دولو عاشق مردی به نام افه گورای بود. افه گورای دوست دوران کودکی و عشق اول برنساد بود که در سال 2004 درگذشت. برن در مصاحبه‌هایی که در اون زمان انجام داد گفت که هرگز افه رو فراموش نکرده و بعد از اون درد صفحه کاملا متفاوتی در زندگیش باز شده. برن مدت زیادی افسرده و عزادار عشق از دست رفتش بود و در اون زمان این اتفاق تا مدت‌ها تیتر شماره یک روزنامه‌ها و مجلات ترکیه بود. برنساد بازیگریه که بیشتر از اسمش با نقش‌هایی که بازی کرده توی ذهنم میاد. مثل بیهتر دختر عاشق وابسته در عشق ممنوع و یا با نقش فاطما گل دختر صاف و ساده سریال گناه فاطما گل چه بود. اگر بخوایم بگیم که برنساد واقعا کی بوده و افه چه نقشی در زندگی اون داشته، باید بگیم برن دختریه که در 26 فوریه سال 1984 در یک خانواده ورزشکار در آنکارا به دنیا اومد. برن به عنوان دومین فرزند فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی حسین آونی و آیلا ساعت به دنیا اومد. این بازیگر دوره ابتدایی و دبیرستانش رو در آنکارا تحصیل کرد. برن 167 سانتیمتر قد و 53 کیلوگرم وزن داره و متولد برج ماهی یا به عبارتی هفتم اسفند سال 1362. این بازیگر به اصرار پدرش در رشته مدیریت و اقتصاد دانشگاه بشکنت استانبول تحصیل کرد. اما اون هیچ وقت رشتهش رو دوست نداشت و این مسئله رو افه گورای عشق سابقش توی یکی از مصاحبه‌هاش بیان کرده بود. در اون زمان افه گورای عاشق برن بوده و برای خوشحال کردنش اسم اون رو در مسابقات بازیگری ترکیه ثبت نام کرده و در طول این مسابقات هیچ وقت برن رو تنها نذاشته. طبق گفته های برن افه با اینکه یک سال ازش کوچکتر بوده اما همیشه از سنش بیشتر رفتار میکرده. برنساد این مسابقه رو با رتبه دوم برنده شد و تونست پا به دنیای بازیگری بذاره. در زندگی برنساد نقطه بسیار تاریک و غم‌انگیزی وجود داره که هیچ وقت نتونسته اون رو فراموش کنه. وقتی برن و افه بعد از مسابقات به استانبول برمیگردن، بعد از یک شب که با هم بیرون بودن افه برن رو به خونه‌شون میرسونه و موقعی که برنساد خواب بوده با تلفنی از طرف خواهر افه بیدار میشه و خبر تصادفش رو در راه برگشت به خونه میشنوه. برن هنوز هم گردنبندی که از افه دریافت کرده رو نگه داشته و هر سال روز سالگردش برگردن میندازه و با این حرکتش عکس العمل‌های زیادی از مردم دریافت میکنه. این بازیگر زیبا توی یک مصاحبهش اعلام کرده که دیگه هیچ وقت نمیتونه دوباره عشقی رو که با افه تجربه کرده تجربه کنه. بعد از مدت‌ها یعنی گذشت 8 سال در سال 2012 وقتی برن 28 ساله بود، بالاخره بعد از 6 بار جواب رد به کنان دولو با این خواننده محبوب پاپ 38 ساله وارد رابطه عاشقانه شد. برن و کنان در 23 فوریه سال 2014 در استانبول نامزد کردند و در 29 جولای همون سال در یک مراسم تقریبا خصوصی در لس آنجلس ازدواج کردند. به طوری که از عکس عروسی این دو هنرمند فقط چند عکس منتشر شد و هیچ فیلم یا عکس خصوصی از مراسم به بیرون درز نکرد. شایعات در مورد زندگی برنساد هر روز وجود داشته و این شایعات تا جایی پیش رفت که گفته شد برنساد در حال جدایی از همسرش کنان دولوه و خبر طلاق اونها حکایت از این داشت که این دو هنرمند به طور جدی در حال طلاق گرفتن هستند، چرا که هر یک از اونها در خونه های جداگونه و تنها زندگی می کردن. در اون زمان به نقل از یک منبع نزدیک به برنساد، این بازیگر ترکیه‌ای از همسرش کنان دولو تقاضای طلاق کرد و تأکید کرده که در ازای طلاق هیچ جبران مادی از همسرش نمی خواد. اما این اخبار زمانی تکذیب شد که وقتی کنان
برنده جایزه بهترین خواننده مرد سال شد و برن چند ساعت بعد با گذاشتن ایموجی شکلک به معنای تشویق برای عکس همسرش در اینستاگرام دریافت این جایزه رو تبریک گفت و این شایعه کذب از آب در اومد که البته باز هم گفته شد که این حرکت برای پنهان کردن این جدایی بوده و در واقع این خبر جز به شایعات نبود و حدود 4 سال پیش برن واقعا تصمیم به طلاق گرفته بود. چند روز گذشته باز هم ادعای جدایی این دو هنرمند تیتر مجلات شد و دلایل قانع کننده هم بابت این ادعاها وجود داره. این ادعاها از این قراره که گفته میشه برن سات هنوز هم هر سال روز سالگرد مرگ عشق سابق خودش استوری هایی رو به اشتراک میگذاره و این مسئله نشون میده برن هنوز در سایه عشق قدیمی خودشه. و قضاوت های زیادی در مورد برن میشه که این بازیگر یک زن متأهله و با انتشار این استوری ها در حق همسرش بی‌انصافی میکنه. از طرف دیگه گفته میشه کنان دولو شخصیتی چشم‌چران داره و این چشم‌چرانی ها از دید خبرنگارها پنهون نمونده. استوری هایی که هر سال برنسات در سالگرد عشق سابق خودش به اشتراک میذاره و صحبت هایی که راجع به چشم‌چرانی های کنان دولو گفته میشه این ادعاها رو قوت بخشیده. البته این دو مسئله تنها دلیل این ادعاها نیست و گفته میشه برنسات در مصاحبه اخیرش در مقابل دوربین ها اشاره به این موضوع کرده و گفته انتظاراتی که از زندگی مشترک داشته برآورده نشده و نتونستن که یک خانواده خوشبخت رو به تصویر بکشن. از طرف دیگه چندی پیش کنان دولو در مراسم اهدای جوایز به تنهایی شرکت کرده و وقتی ازش دلیل نبودن برن سات رو پرسیدن ادعا کرده که برن برای کاری که سورپرایزه و نمیتونه بگه خارج از کشوره. در صورتی که برن در همون شب با یکی از دوستانش در یک رستوران در حال صرف شام دیده شده و دروغ کنان دولو از نظرها دور نمونده. از طرف دیگه این اواخر این زوج اصلا با هم دیده نمیشن و این مسئله این ادعاها رو قوت بخشیده و بعد از شنیده شدن خبر جدایی این زوج برن به همراه کنان برای جشن تولد مادر برن سات در یک رستوران دور هم جمع شدن. اما طبق گفته های یک منبع نزدیک گفته میشه که این مسئله هم یک سرپوش برای پنهان کردن اوضاع وخیم ازدواجشون هست و اونها به پیشنهاد روانشناسشون این عمل را انجام دادن. همین منبع نزدیک اعلام کرده که برنسات و کنان دولو به صورت ناگهانی برای نجات ازدواجشون به یک مشاوره خانواده مراجعه کردن و این جلسات مدت طولانی هست که در حال انجامه. یکی دیگه از دلایل جدایی این زوج بچه دار نشدنشون هست و دلیل دیگه این که مادر کنان دولو هیچ زمان برنسات رو به عنوان عروسش نپذیرفته و از هم خوششون نمیاد که این دو مسئله از مشکلات جدی این دو هنرمند به شمار میره. از طرف دیگه گفته میشه که بازی مجدد برنسات با کیوانشتاتریتو در فیلم آخرین تماس برای استانبول و منتشر شدن صحنه های عاشقانه این زوج بازیگر باعث حسادت شدید کنان دولو و خیانت مجددش به برنسات شده. برای حمایت بیشتر از من لطفاً عضو کانال بشید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و توی قسمت کامنت ها برام بنویسید که به نظر شما این ادعاها حقیقت داره یا نه و دلیل جدایی این دو هنرمند چه چیزی میتونه باشه.